ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده. گل خونه میرزا رضا همونه؟ بله همونجاست. نه صبر کن بابا صبر کن، چقدر عجله میکنی شما. الو الو ها بگو کار دارم. اومده خب نگرش من رو میام به آقا ساده. سلام بابا. سلام، چطوری؟ خدا رو شکر. مادر عاشق بیاره، بچهش هم معشوق بیخیار. کار بدی کردم مگه نه؟ اینا رو ببر برای موتور سچر. بردار دیگه،
بله شو. از چرا بایستدی؟ فوقونو برده بیا. بفرم. دستت درد نکن. بابا جون، ببینه دیگه از این گردونا بردار بیار. چش. گفتی تازه شروع کردی؟ گفتم تازه میخوام شروع کنم. خب، اینا که خیلی کمه آقای. اسمی چی بود؟ نوکر شما غلام. مزنه بازار دستم نیومده هنوز. انشالله با اینا کارت را میافته. بذارش پشت ما تو. حاجی جون بسته دیگه، پولم بیشتر از این نمیرسه. حالا که حرف پولشو زد. میفروشی بعدم پولشو میاری دیگه. آخه مدیون میشم. مگه نمیخوای پولشو بدی؟ تو بعدم میدی دیگه. اینجا متعلق به خودته. هر وقت خواستی هر چیزی خواستی ببرده برو. فقط حسابش دست خودت باشه. چشم. گوش کن. اینجا یه دوری بزن. گلدون بیشتر ببر. موندگارتره. بابا جانم من اشتباه کردم. چه اشتباهی؟ این که شما رو تنها گذاشتم. ای بابا مثل این که تو دلت نمیخواد که ذخیره آخرت پدر مادرت باشی. یا من نباید شما رو تنها گذاشتم. من رفتم دنبال خواسته دلم. خوب کردی رفتی دنبال خواسته دل. جانم بابا تینو راست یعنی بقیه رو دیگه دروغ میگه. حاجی آقا میرزا رضا. بله کجایی؟ اومده. من فکر میکردم تنهایی ولی باز الحمدلله سرتون شلوغه. اگه محمد باقر و صدیقه اونجوری رفتن خدا بیامرزدشون. اگه تو رفتی دور از اون به جاش خداوند این همه گل و گلدون بکن. خدای شکر. شاید نخواست. بذار خودش بگه. میخواد. من میدونم. مادرم. آخه میگفت باید برگرده حوزه. امتحان داره. باید به درسش برسه. برمیگرده ایشالله به درسش هم میرسه. سلام سلام. سلام پسرم. سلام. بیا بشین برای چای بریم. پس چرا نمیخوری پسرم؟ بسم الله. آخه خیلی وقت بود همچین سفره ندیده بودم. کجایی حاجی؟ وانت آوردم. بله اومدم. مکه نرفته حاجی هم شدی. نه شما بفرمون صبونت رو بخوری. این کار هر روز من خودم میتونم. چقدر دیگه باید درس بخونی تا لباس تنت کنی؟ یه الان لباس تنن نیست. نه اون لباسی که بپوشی آقا بشی. من آقا نیستم. چرا؟ الان هم آقایی. همیشه آقا بودی. آدمیزاد فراموشکار. دیر یادش. بعد از محمد باقر و صدیقه نصف کرده بودم اگه تو رو خدا بهم بده بفرستم مثل جدت آقا بشی. اومدم که برم حسین آقا. راست میگی؟ چه کار خوبی میکنی. یه سری هم به خالت بزن. نرگس ماشالله هزار ماشالله دست گلی شده که نگو. مثل پنجه آفتاب. دیر به جنبی از دستت رفتا. اگه ببینیش شده مثل یه فرشته. فرشته؟ آهان بابا راستی داستان فرشته هیچ وقت تعریف نکردین کاملا. فرشته؟ بچه که بودم رفتیم سر زمین نوبت آبمون بود. شما داستان فرشته ها رو تعریف کردین ولی نصفه. هر موقع ازتون پرسیدم بقیه چی شد گفتین به موقعش بهت میگم.
بابا همون دوتا فرشته رو میگه که از آسمون به زمین اومدن درباره کاراشون حرف میزدن، یادت میرزا؟ یکیشون از اون یکی میپرسه تو برای چی داری میری زمین؟ جواب میده که یه مرد کافری ساعت هاست تور انداخته ماهی بگیره، ولی هنوز هیچی گیرش نیومده، دارم میرم ماهی بندازم تو تورش تا روزیشو برسونم. اما نمیدونم چرا همیشه از گفتن ماموریت فرش دوم تفره رفتیم. فرشته اتفاقا الان موقعشه که برات بگم. فرشته دوم گفت میرم سراغ یه مردی که از صبح زود مشغول کاره. اون مرد امروز روزه گرفته، قرار وقت از اون که میخواد افطار کنه به باد بگم تا بیاد و سفره کوچیکشو در هم بپیچه و غذاشو بریزه رو خود. برو بالا. نه نه من میخوام بدم خطی ها که میان. آه خطی ها. مسافری؟ بله میان دیر به دیر. دست ندم بابا جو، دست ندم. بفهم کنک چه داری همون؟ هموی کسی نیستم، دست نزم. راست میگه دیگه، این داییه که داره انقدر توش میکنم. داییه کسی هم نیستم. من نیستم اینو، عوض عوض کی عوض؟ بیا دست نزم. چقدر شد اینا دایی؟ شما یه دو تا هم بدی درست میشه. نه باقشم تخمه دارم. دست نزن. دست ندم بچه. دوباره 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 دوبا
جان. این چیه؟ چرا تو آفتاب میاد تو؟ بیا تخمه میخواد؟ نه دست شما درد نکنه. تنهایی؟ ببخشیم پدر جان، پرسیدم شما اینجا تنهایی؟ تو چی؟ تنها سفر میکنی؟ بله من تنها سفر میکنم. پسرم هست، رفته جنس بیاره، الان میاد. دست نزن. دست نزدن؟ خوب، کار چیه؟ من درس میخونم. درس چی؟ درس دین. درس دین؟ وقت نماز نشده؟ نه خیلی مونده. نه نشده. کم باید عمل بشه. من ولی همین یه ذره که ببینم و خوارم رامز خدا شکر. پسرتون چی؟ کمکتون میکنه؟ پسرم که نیست، اما جوان خوبیه، کمکم میکنه. از تنهایی؟ نه تنها نیست، یکی از که با من. کی؟ چیزی که نمیذاره هیچ وقت تنها بمونم. مثلا الان تو با من. ماشین که میخواستی رسید. آقای راننده دست شما در نکنم، پیاده میشم. قابل نداره دست شما در من بله. نمیخوای پیاده شی ننجون؟ ماشین نفس نداره راه بره. یا ننجو اینم باره چی تو شیختی اینقدر سنگینه؟ یه دقیقه باشه الان برمیده بریم. چقدر میشه ننه کرایه؟ قابل نداره ننه جون، شما باید وانت میگرفتی، سواری اینو نمیاد. شما پنج تومن بده. پنج تومن؟ اینو داشت من. کیفت افتاده؟ اینم بشیم. یاده کیفت رو ببینم. بیا ننه حلال دعا میکنم. صفت ننه محمد عروسی دخترم بده شده گره کارت باز کنی.
حال شده؟ نمیه پیش ما؟ آمه یعنی تو چرا دانشگاه نرفتی؟ درست که خوب بود. من هم موقعشم به زور کتک درس بخوندم، آخر هم دیپلم نگرفتم. هرچند خدا رو شکر راضی هم، الان رو ماشین کار میکنم. کار دیگه والا چه فرقی داره؟ خب خدا رو شکر. چرا رو زمین کار نمیکنی؟ ببین این طرف یه خانواده است و هشت سر آیله، اون طرف یه زمین کوچیکه با یه بابای زحمت کش، کفاف نمیده. رو این کار میکنم کمک خرج بابا. نگفتی حالا چرا طلبه شدی تو این همه کار؟ والا طلبه من دلم اینطوری خواست. آه تو هم دنبال دلت راه افتادی و رفتی تا کجا؟ خوبه. چرا برگشتی؟ من هیچ، اومدم به خاله و فامیل یه سر بزنم. آه سله رحم ان‌شاءالله خوب کاری کردی. یه زمینم داریم، اون زمینمون هم ببینم چیکار میتونم. خوبه خوبه. فقط یه سوالی ببینم، این طلبه ها دروغ هم میگن؟ پرسیدم طلبه ها دروغ هم میگن؟ منظور چی؟ پیاده شو. پیاده شو بس میگن. برای چی؟ با مسافره دروغو حال نمی کنن. آخه چه دروغی؟ آه تو به خاطر زمین خشکه برگشتی و خاله پیره دیگه. این چیه؟ این چیه بهت میگن؟ به تو ربطی نداره. ربطی نداره ها. بی پایین؟ بی پایین تا بگم چه ربطی داره. بی پایین. بی پایین میگن. حامد. یه پایین میگن. حامد. ترد. چیه؟ دنم کن. دنم بگم چیه؟ سوغاتی. سوغاتی برکی؟ ها. تو که رفتی ما خوشحال شدیم، من و نرگسی. خب ما خاطر خواهی هم بودیم. چون هفتی خواستگاریش رفتم، بیشتر از یه بارم این کارو کردم، ولی مادرش میگفت قرار با تو عروسی کنه، نه این دفعه. آخریش هم همین دیروز بود. مادرش گفت اگه تا یه هفته دیگه پیدات نشه یعنی نمیخوای و من و نرگسی میتونیم با هم. منم گفتم خب چند سال پیدات نشده، لابد الانم پیدات نمیشه. بعد نرگس بهم گفت مادرش با مادرت صحبت کرد و قرار بیاد. منو میبریم امامزاده؟ رفت.
به نام او که هدایتگر ماست. به خواستگاری برو، این هدیه هم از من قبول کن. زمین ما رو به کار توی خونه ما هم زندگی کن. سهم ما رو برای پدرم بفرست، خوشحال میشه. موضوع زمین رو خودم بهش خبر میده. با این کار من و پدر مادرم رو خوشحال میکنه. دوست تو ساده. بله. کجا میری؟ سلام، میرم شهر. علیک. حکمن؟ بله. پیاده؟ پیاده یه مقدارش هم با ماشین میرم. نمیترسی؟ ترس؟ مگه اینجا گرگ داره؟ من سرابی گرگم میشه، داریم؟ نداریم، نه. شما گرگو از نزدیک دیدین؟ ها، تو چشاش زار زدن، فهمت یه گوسفندار صاف داره. برما، یا، بگی شما واقعا تو چشای گرگ زل زدین؟ ها، پس چی؟ حساب کار دست شما اومد. گرگا! چپونهاشون رو خوب میشنستن. شنفتن، شنفتی؟ من بزن، بنداز، 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 بده به من. با اجازه، خدا حافظ. سلام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
بیام به دریا بنگرم، دریا تبینم، به هر جا بنگرم. علیکم السلام. خسته نباشیم. درمونده نباشی بابا. کاری داشتی؟ بله، اون درخت سیب مال این باغه. کدوم؟ همونی که اون پایینه. بله. چرا میخندی؟ آخه تو این باغ یه درخت سیب بیشتر نیست، اون وقت میپرسم کدوم؟ من این سیب رو گاز زدم. حلال کنی، با اجازه. ببینم. بله. تو چی کاره ای؟ طلبه هستم. تو باغ مردم چی کار میکنی؟ حلال کنی. الان سر زوره، بریم نماز جماعت بخونیم. بعد من نمازمو خوندم. کجا؟ همون زیر درخت سیب. لابد با آب باغ وضو هم گرفتی. بله. حالا میخوای سیب حلال بشه یا به فکر نماز و وضوت هم هستی؟ ببخشین، حلال کنیم. من متوجه این پرچینا نبودم. حواست کجا بود؟ حواسم پرت. پس به من گوش کن. بله، گوشم با شماست. نهار حاضره، میریم غذا میخوریم بعد با هم صحبت میکنیم. نه دیگه، من باب دارم، عجله دارم. پس گوشت با من نیست، حواست پرته. خب میخوای بری برو، به سلامت. حلال کردی؟ خیلی ها میان سیب میخورن میذارن میرن، نه حلال سرشون میشه نه حروم. تو هم اگه میخوای اشتهات باشه برو دو قرتونیم از اون آبم بخور و برو. خب اگه الان من با شما غذا بخورم حلال میکنی؟ شرط میذاری؟ نه شرط نداشتم. مگه عجله نداشتی بابا؟ چرا نشستی؟ چرا نمیری؟ حلالم کردی؟ مگه خدای نکرده گوسفندی که ذبحت کنی رو به قبله اون وقت حلال بشی؟ نه، من منظور همین سیبه و آب وضو نمازی که خوندمه. من مالک این غذا بودم که بهت دادم، چون میدونستم گشنته. تو خودت طلبه ای بابا، چیزی رو که من مالکش نیستم چجوری میتونم حلالش کنم یا رضایت بدم؟ حالا چرا اصلا بیخیال نمیشی؟ فردای قیامت هم ازت یه سوالی کردن، یه جوابی جفت و جور بکنی میدی دیگه. من نمیخوام کارم به قیامت بکشه، میخوام همینجا تکلیفم معلوم بشه. مگه شما مالک باغ نیستی؟ من باغبونم پدر، مالک نیستم. نیستی؟ چای تو بخور، اگه عجله نداری یکم استراحت کن بعد برو. بفرم. نه دیگه، دست شما درد نکن، من برم. دست شما درد نکن. خداحافظ. خدا به همراهت. هی راست گفته باشه بر میگرده. نگفتم. بفرما. بفرما که بالاخره برگشتی. مقبول نیفتاد. پسرت راضی نشد. ببین خدا راضیه، تو هم رضایت بده برگرد. اومدی نشونه صاحب باغ رو بگیری؟
برگشتی که؟ سلام. علیک. دست شما درد نکنه. و دنبال سید جلال میگردی ها؟ بله. چند روز پیداش نبود، ولی امروز رفته موتور آب مشتری تعمیر کنه. بخیارت ها، خدا. بیا بزن، بزن. نه من بخو بوشه جان. سلام علیکم آقا سید جلال. سلام علیکم. بفرمایید. چیه؟ موتور سوزوندی؟ اومدم اینو حلال کنی. حلال میکنی؟ من حرومش کرده بودم که حالا بخوام حلالش کنم. اینکه قضیه خیلی جدیه. علی جان روشنش کن بابا. گاز بده، گاز بده، گاز بده، گاز بده. یه بریم یه گوشه‌ای بشینیم ببینم چی میگی بابا. اهل کجایی؟ حسین آباد. را گم کردی؟ نه. حسین آباد کجا؟ اینجا کجا؟ یه سیب از درخت افتاد پایین و تو هم خوردی. من و همین راهدی. کار خوبی کردی؟ چرا حرومش میکنی؟ بخور بقیه‌اش هم بخور. بخور دیگه. همه شو آفرین. حلالت بابا جو بخور. دیدی چیزی نبود؟ دیدی سخت میگرفتی؟ خیلی خوب خوردی؟ حالا خدا رو شکر کن. شکر کن. بگو الهی شکرت. خدا شکر. حلالم کردی. خیالت راحت شد. دستتون درد نکنه. باشو برو پیگاه. باشو باشو. خیلی خوب دیگه تعزیه تموم شد. برید پی کارتون. بایید ببینم. دیگه چی شده؟ نکنه این دفعه سگ دست بریدی؟ به شرمخونه میمدی حسین آباد تزیه خونه میکردی؟ نخیر.
گاومون زایی تو صاحب باغ نیستی؟ اه کجا دونستی؟ آخه اگه من صاحب باغ نیستم پس برای چی اومدی سراغ من؟ باغبون گفت والا حقیقتش اینه که خب باغبون راست گفته. من تا چند وقت پیش صاحب اختیار بودم اما مدتی که سپردم دست صاحبش. میدونی باغبونم از این قضیه خبر نداشت، یعنی چون من چیزی بهش نگفتم. داخل پسر مگه یه دونه سیب چیه که تو داری به خاطرش خودتا یه دو داغون میکنی؟ من که گفتم بهتون عمه سینا تنهاست، یکم هم حالش خوب نیست، افسرده شده. تفلک تو این سالی که بابا فوت کرده خیلی به من وابسته شده. حالا یه چند روز رو اینجا پیش ما بد بگذرم. نگران این خونه و املاکت هم نباش، خودم برا سپردم. اگه بخوای عجله کنی میترسم که مفت از چنگ درش بیارن. شما رو که میبینم یاد بابام میافتم، روزای آخر خیلی سفارشتون میکرد. نمیدونم، انگار یه چیزی میخواست بگه ولی فرصت پیدا نکرد. بهتره که برم به مهمونمون برسم، جوون عجیبیه. دوست دارم اگه چیزی بین شما و بابا بوده منم بدونم. خواهش میکنم عمو جان. نگاش کن، یه سیب گاز خورده گرفته بود دستش اومده بود تا من حلالش کنم. عمه ایشون زهرا خانم همسر بنده هستن، ایشون هم نرجس خاتون و علی آقا هر جفتشون بچه های آقا ولی هستن. سلام. و ایشون هم خورشید خانم همسر آقا ولی. فاطمه و حسن و حسین هر ستاشون بچه های بنده اخیر هستن. سلام. البته آقا بفرمایید که دوتا از بچه هم تو شهر مشهور درس خوندن. اونا دیگه بزرگ شدن و ایشون هم برادرزاده بنده سلمان. خب دیگه بسم الله، بفرمایید. شما زحمت نکشید. نه خواهش میکنم. دستتون نمید. همه پیانید. بفرمایید. شما بدید برشون. بفرمایید. بفرمایید. ممنون.
نگفتین کجا درس میخونیم؟ حوزه علمیه. امروز خیلی عجله داشت تا به درسش برسه، اما نتونست. شاید فردا بتونه، شاید هم نتونه. یعنی چی که نتونه؟ یعنی این که شاید حلال نکرد. آقا سجل، شما به من قول دادی؟ بله قول دادم صاحبشو بهت معرفی کنم، نگفتم حلالیت میگیره. خب شما معرفی کنین حلالیت گرفتنش با من. واقعا به خاطر یه سیب؟ کسیب که ارزشی نداره. چه فرقی میکنه یه سیب 100 تا یا 100,000 تا؟ خیلی فرق داره. یه سیب تو حساب دیده نمیشه، ولی 100,000 تا قیمت داره. خانم محترم، مال دیگران مال دیگرانه. بفرمایید. کم و زیاد نداره. ممنون. من که اصلا برام مهم نیست. بفرمایید. خیلی ها ممکنه با هم با خوزو بگیرن و نماز بخونن. حالا یکی دو تا سیب هم بخونن. من اصلا به این فکر نمی کنم که حلاله. حرمان. جایی که نخوریم. میوان نمی کنیم. آشیخ. بخور. حلاله. شما صاحب باقید. پس مهم نیست کسی از باقی شما یکی دوتا هم سیب بخوره؟ مهم نبود، حتی بهش فکرم نمی کردم، اما حالا مهم شد. شما باعث شدیم بهش فکر کنم. دخترم، حالا که از زبون خودش شنیدی حلالش کن، بذاریم شب راحت بخوابه. تو واقعا آدم این زمونه ای؟ کجا دخترم؟ میخوام بخوابم، فردا کار دارم. شب بخیر. پس ما شرط دارم. چه شرطی؟ فردا میگم. چی شد؟ چرا انقدر سخت میگیره؟ ناراحت نشو، به خاطر کتابای زیادیه که توی دانشگاه خونده، رشتهش فلسفه است. بیخیال، سیبتو بخور. چشم. مبارکت باشه آقا صادق، حلال حرام سرش میشه ها. مبارک ما رو باش گفتیم با معرفتی، پس صفحه جای دیگه ای انداخته بودی. ای کلک، مبارکت باشه. بالاخره حلال شد.
کجا؟ هنوز صبونه نخورده و خداحافظی نکرده داری میری؟ سلام علیکم، صبحتون بخیر. سلام، صبح شما هم بخیر. کجا با این عجله؟ مثل اینکه دیگه داری آسون میگیری. نه پا چی؟ میترسم. میترسی؟ از چی؟ از شرطش؟ بیا بریم بالا پسر جون، بیا. سلام. علیکم السلام. داشتین میرفتین؟ ترسیده بودم. ترسیده بودین؟ از چی؟ از اینکه شرطم خیلی سخت باشه؟ سخت دارم سلالیتی سیب و چند قطره آب. از چی ترسیدین؟ از خودم. خودت؟ شما تعبیر خواب میدونید؟ خیر. چطور نمیدونید؟ ولی حضرت یوسف که میدونست. بله، خداوند به ایشون تعلیم داده بود. به شما تعلیم نداده؟ چرا؟ حتما لیاقتشو نداشتم. اون هنوزم میتونه تعلیم بده؟ کی؟ خداوند. بله، او همیشه تواناست. چجوری؟ با قرآن. آخه یه سیب به قول شما چقدر مگه میارزه؟ به قول شما چه فرق میکنه؟ چه یه سیب چه 100,000 تا. من از عیسی حلال حرام گفتم. پول یه سیبو از من بگیری منو حلال کنی، یا حداقل بگی من باید چی کار کنم. دارم اذیت میشم. آدم عجیبی هستی. منظورتون چیه؟ تو هستی، همین مهمه. مهمه که هستی. یه واقعیت تو این همه واقعیت که وجود داره، که بوی حقیقت میده. گفتی حاضری هر کاری کنی؟ نه نه نه، هر کاری نه. نکنه فکر کردی تو یوسفی منم زلیخا؟ چی کار بلدی؟ بگو بگو بارون بباره تا باغ و مزرعه آبیاری شن. مسخره میکنی؟ پس چی کار بلدی؟ میتونی قناتو پاکسازی کنی؟ بلدی؟ کار من نیست. خب از چی بلدی؟ خودت بگو. من یه طلبه. پس حتما میتونی منبر بری و موعظه کنی. نه، هنوز در اون حد نیستم که بتونم موعظه کنم. قرآن که بلدی بخونی؟ بله. ثواب داره؟ بله ثواب داره. خیلی ثواب داره؟ بله خیلی ثواب داره. پس قرآن بخون، برای بابام بخون. دم کرده یه بابونه مال کوهای همین اطرافه. بفرما دخترم بخون. دستتون درد نکنه. سر حالت میاره. آدمی زاد جماعت از قدیم با گرگیا رفیق بود، حالا غر کرد. اما من مثل قدیما هنوزم باهاشون رفیق. شما با پدرم رفاقت داشتین؟ رفاقت نه، ولی آشنا بود. چه هرچی یادتونه تعریف کنی؟ خواسته چی؟ حالا که همه چی رو به راهه، چرا میخوای با یاد گذشته خرابش کنی؟ خراب؟ خراب باسی چی؟ شونده تو بخور. تا وقتی آسد جلال حرفی نزده منم نمیتونم حرفی بزنم. شما میدونید اختلاف بابام با عموم سر چی بوده؟ اختلاف؟ اختلاف آدم ها سر چی میشه؟ شما بگید. دنیا. خدا رو بهانه میکنه. یعنی بابام با عموم سرمار دنیا اختلاف داشته؟ من که همچی حرفی زدم. ولی من اینطوری فهمیدم. مطمئنی درست فهمیدی؟ اونجایی که شما وایستادی دیروز یه جوون نشسته، خیلی باورده. نخواستم تو راحت بشم، خواستم امتحانش کنم ببینم چقدر جدیه. چرا حلالش نکردین؟
خیلی وقت بود از اینجور آدم ها ندیده بودم. حلالش میکردیم راحت شو بره دیگه. من که صاحب باغ نبودم حلالش کنم. اختیار داریم که به اندازه یه سیب که میتونید ببخشید. خدا بیامرز پدرت وقتی زنده بود اختیار داده بود واسه جلال، اونم داده بود به من. چند روزیه که دیگه من این اختیار رو ندارم. الان صاحب ملک و باغ و خونه اربابی شمایی. چرا میخواستین امتحانش کنی؟ خواستم ببینم چقدر حروم حلال سرش میشه. یعنی به خاطر یه دونه سیب و چند قطره آب؟ خوب داری از من حرف میکشی ها. من از کاری که کردم منظور داشتم، ولی تو چی؟ من؟ بله. تو حلال کردی گذاشتی بره، یا اینکه تو هم یه جور گیرش انداختی؟ خب برای مجیب بود، تا حالا یه همچه آدم ندیده بودم. پس تو هم معطلش کردی به خاطر یه سیب و چند قطره آب جو. خودش خواست، به خاطر شما خیلی جدی گرفته بود. چه فرق میکنه یه سیب یا یه باغ سیب؟ وقتی مال تو نیست خب نیستش دیگه. چه یه سیب بخوری، یه باغ بخوری یا یه مملکت، حروم حرومه. کم و زیادش هم حسابش جداست. همیشه از کم شروع میشه به زیاد ختم میشه. میشنوی؟ گوش بده. شنیدی؟ نه. گوشت به شنیدن صدای باد و برگ و درخت و آب عادت نداره. باید عادت کنی. خیلی قشنگ. صدای پرنده‌ها با هم فرق دارن. باید بشناسی. آدمی که نمیشنوی کره. اما خیلی هم متوجه نیست. و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا کجایی دخترم؟ دیگه داشتم یواش یواش نگرانت میشدم. باغبون اون آدم خوبیه. آره میدونم. بابا من میدونه؟ بابات؟ وقتشو نداشت که بدونه. چه هی؟ والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. خوب میخونی؟ داشتم گوش میکردم. قرآن خوبه، ما فقط میخونیم. چرا نرفتی؟ شما گفتید قرآن بخون، منم دارم میخونم. از صبح داری قرآن میخونی؟ نگفتید که چقدر بخون. من که نگفتم همه قرآن رو بخون، هر چقدر دلت خواست. نخواستی هم نخون. حالا که این همه خوندم میگید نخواستی هم نخون؟ خب پس تا آخرش بخون. نه خیر آشه، امشب هم موندنی شدی. دستتون در نکنه، انشالله که همیشه صفحه زیارت و شادی بندازی. میشه جانت، نگفتی این طرف ها چی کار داشتی؟ از زیارت میمدن. حالا چرا پیاده؟ این برای فامیل دارین؟ بله، خاله. کجا؟ یه محله بعد از امامزاده، نزدیک حسین آباده. برای صله رحم اومده بودی یا اینکه کاری دیگه ای داشتی؟ چطور مگه؟ هیچی، آخه پای پیاده از تو کوه و دشت و دمن همچه یه مقدار غیر عادیه دیگه. من میخواستم با دختر خالم ازدواج کنم. مادرم منو با یه بخچه فرستاد که
خب بخچه خواستگاری ها؟ بله. تو هم از خوشحالی زدی به کوه و دشت و باغ مردم و سیبر و گازش زدی و باقی غذایا ها؟ خوشحال بودم ولی... ولی نداره، نشونیش همین که دیگه بخچه باهات نیست، درسته؟ كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم تو هنوز نخوابیدی؟ یک کم استراحت کن عمو جان. دارم فکر میکنم. به چی؟ به بدجنسی من با این سوالایی که این پسر کردم؟ خب بالاخره هر کسی لحظه‌ای بدجنسی داره، ولی من دارم به چیزی فکر میکنم که شما نمیگید. حس میکنم یه راز بزرگی تو نگفتنتون هست. هر چی که بود دیگه تموم شد. خب برای بابام اینجوری نبود. موقع مرگش میدیدم که یه چیزی داشت اذیتش میکرد. بابام لحظه های آخر یه حرفی به من زد که منو حسابی ریخته به هم. چی گفتم اونجا؟ گفت هر جور که میتونی عمو تو راضی کن. گفت اگه همه چیرم به عمو بدی بازم کمه. آخه چی بین شما گذاشته عمو جان؟ یه روز برای یه کاراش هرچی سند بود با یه رضایت نامه از من گرفت تا از گرفتاریش در بیاد. اما نمیدونم دیگه هیچ وقت نتونست، نخواست، یا اینکه دلش نیومد سهم منو به این برگردونه. من حلالش کردم، آخه اون که چیزی از این دنیا با خودش نبرد، ما هم نمیبریم. حالا میخوای بفروشی بفروش، خدای منم کریمه، بالاخره یه جوری گلیم خودم رو از آب بیرون میکشم. الیس الله بکافین عبده و یخوفونک بالذین من دینه و من السلام علیک یا نبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله الله الله. سلام. علیک السلام. با من کاری داشتین؟ تا الان قرآن میخوندین؟ نه آخرش خوابم برد، ترسیدم نمازم قضا بشه. آفتاب که هنوز نزده. قضا بشه مثلا چی میشه؟ خب خوبه که قضا نشه. تو کی هستی؟ علی آسمونی؟ ساده لوحی؟ آخه آدم عادی که اینجوری نیست. میدونی درباره چی میگن؟ تو مردم رو میخندونی با این کارات. آخه این چه فکری بود تو سر من انداختی؟ من صاحب اون ملک و سیب و زمینم، هر چی تال قرآن خوندی حلال، بسه. برگرد برو از اینجا. برو، دارم باهات حرف میزنم، چرا نگاه نمی کنی؟ برو همونجا که بخچتو گذاشتی. آقا سجلان اون ارزم خواست برش قرآن بخونم، من برش قرآن خونم همین. آروم باش پسر. به خدا ارزم نگران نباش. ای بابا آخه تو وجودت خیر بود،
تا سر جاده میرسونمت. باشه باشه. من خودم میرم. خیر پیش. آقا صادق بفرمایید. سلام حامد. سلام. چطوری؟ چطوری؟ خوبی؟ این دیگه چیه؟ بخچه هست. بخچه خب معلوم بخچه، ولی برای کی؟ مال خودمه. خودت قبا، ولی این طرف کیه؟ کدوم طرف؟ بگو بگو ای کلک. بگو نمیدونم چیه دیگه، برای کی میخوای؟ من نمیدونم. حامد بیا بریم بیر شو. چه خبره؟ یه دقیقه باشتا خب الان میام لابد کار دارم. داداش اگه نمیای من برم. نه من آقا نمیخواد، خودم تا اوزم میرسونم. آقا شما برو، من خودم میرسونم. چقدر شو؟ پول نمیخواد، واسه پول سوار نکردم. خداحافظ. هنوز آدم های با معرفت هم پیدا میشه نه؟ اون پول رو بی زحمت بده بیاد. با معرفتی ها چی شد یه دفعه؟ گفتم این موقع تو را پشیمون نشد. نه حامد جان حساب میکنم خودم دستشون. بیا. ببین اینو مادرت پیشیده برای همیستش، اصلا خوب نیست دست ماموشه. بگی آفرین. نه دیگه ایچی نگم جدی. اگه نمیدیدم تقصه دق میکردم، اصلا انگار خدا خواست. من امامزاده خواستم کمکم کن. حالا بریم. بیا. سلام آقا سجلا. سلام. معلوم امروز چه خبره؟ هیچی، تنها فرقش اینه که هر روز نمیدید، امروز میبینی. فکر کردم اومده دنبال تو. کی؟ سلما. سلما؟ همه جا رو گشتیم، نبود. خدا کنه براش اتفاقی نیافتاده باشه. با اجازت. آقا سجلا میتونم منم با شما بیام؟ حالا چرا فکر کردید اومده دنبال من؟ آخه به یکی از بچه ها گفته بود میرم تا بقیه قرآن رو بشنوم.
شما که هنوز اینجا وایسادید. آقا همه جا رو گشتیم نه؟ آسل جلال یه کاری بکن، میترسم این دختر اینجا غریبه. خیلی خوب بریم بگردیم، همه جا رو بگردیم. چرا وایسادین؟ برید دیگه. شما یه دختر ندین از اینجا بگذره؟ من دختر زیاد دیدم. نه یه دختر که اسمش، من چی کار اسمش دارم؟ میگی دختر دیدی؟ میگم نه، قبلا ندیدم. معذرت میخوام، مثل که منو به جا نیوردین. من دو روز پیش اومدم اینجا در مورد سیب، ست جلال، موتور آب، با هم سنگ پرتاب کردیم. خب چی کار کنم؟ چی؟ بگذاریم. شما مطمئنی ندیدینش؟ من خوابم باشم میفهمم. از کجا؟ واقع سگا. بله خدا حافظ. سلام. همون دختر غریبه ای؟ من دختر زیاد دیدم ولی تو رو ندیدم. یه مرد دنبالت میگه. کی؟ گم شد. را گم شد؟ آه تو هم گم شدی؟ نه کی گفته؟ همون مرده. همون که میگی گم شده؟ ها تو پیدا شدی؟ او گم شد. خنده نداره؟ اصلا پرو دیدی؟ آه دیدی؟ او گم شده یا تو؟ نه نه دیدی، نه دیدی.
سلام. علیک. کجا بودی؟ سید جلال دنبالت میگرد. میگم گم شدی، گم شدی؟ اه سید جلال، سید جلال. سلام. علیک سلام. کجایی پسر جون؟ هیچ معلوم هست؟ سلما خانم چی شد؟ تو که رفتی اون گم شد. اون که برگشت و پیدا شد، تو گم شد. حالا که تو پیدا شده میترسم دوباره اون گم بشه. نمیدونم چه حکمتی تو کار عالمه. دارم یک کتاب می‌نویسم درباره خواب. چند سالی هست که تو این فکرم. همه چی از اونجا شروع شد که من یه وقتایی یه خوابایی می‌دیدم که واقعا اتفاق می‌افتاد. می‌خواستم بدونم چرا. حالا می‌دونین چرا؟ فکر کنم دارم نزدیک میشم. پس به خاطر همین در مورد تعبیر خواب از من می‌پرسیدی؟ شما هم از این خوابا میبینید، درسته؟ چرا جواب نمیدی؟ من باید برم. کجا؟ اون آیه که اون شب تکرار میکردی چی بود؟ الیس الله بکافن عبده. میشه برام معنی کنی؟ آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست؟ Thank you.